سلام دوستان وقتتون به خیر باشه سربازان گمنام حضرت موسی یاران نظامی ایران و شاخه نظامی ایران در جمع پیروان حضرت موسا این موضوعی که امروز ما مفصل لبای صحبت بکنیم و توضیح بدیم ساختار نیروهای مسلح ایران و نیروهای امنیت ایران رو که چه کارهایی انجام دادن در فرامنطقه و منطقه خاورمیانه و یه در درباره این قضیه ما هم به بهانه اتفاقات اخیر بیشتر صحبت بکنیم من بدون مقدمه شروع میکنم شما در منطقه خاورمیانه یک چیزی به نام شاخه نظامی همسوب ایران خب این شاخه نظامی همسو ایران کجا هستن و چطور کار میکنن طبیعتا میدونید دیگه یاران منطقه همسوب ایران هستن گروههایی در فلسطین در لبنان در عراق در یمن در بین افغانستانی ها در بین پاکستانی ها و در بین دیگر ملت ها. از جمله بهرینیها و عربستانی ها که شما قرار گرفتن بخشیشون فعال شدن دارن فعالیت انجام میدن بخشیشون همچنان در حال شبکه سازی هستن دلیلی برای فعال شدن بین اونها فعلا وجود نداره و همه اینها دارن تلاش میکنن تا یک ایده بزرگ به نام ایالات متحده مقاومت محقق بشه ایده که میخواد بیاد کمک بکنه به ملت منطقه داشته های اونها رو در برابر استکبار حفظ بکنه و تلاش بکنه که اونها از وضعیت فعلی که در منطقه خاورمیانه برای بر برخی ملت پیشمان نجات پیدا بکنه این شاخه نظامیه شاخه نظامی میره در منطقه مستقر میشه زمانی که شاخه نظامی مستقر شد نیاز داره به یک پشتیبانی اطلاعاتی نکاتی که من امشب برای شما میگم احتمالا خیلی عجیب و حیرت آور خواهد بود و برای اولین بار هست که بخشی از اینها داره گفته میشه پس این شاخه نظامی نیاز داره به یک پشتیبانی اطلاعاتی پشیونی اطلاعاتی رو چه کسی باید انجام بده و آیا کسی هست که انجام بده اصلا ضروریتی داره من شما رو میدم به یک اظهار نظری که اخیرا انجام شد بعد از درگیری فلسطینی ها و سهیونیس ها در غزه نبردی که پیش اومد در غزه و دامنش گسترده شده بود در سرزمین های اشغالی تظاهرات بود شبها در اون سرزمین یه خبر اون موقع اگر یاتموشی در رسانه متشه شد گفتن که در اتاق عملیات این نبرد ایرانی ها حضور داشتن این اتاق نبرده در لبنان بوده نکته اصلیش اینجا بود که گفته بود سرویس اطلاعاتی ایران هم در این اتاق فرماندهی نبرد نماینده داشته دقت چی شد سرویس اطلاعاتی ایران در مرکز فرماندهی نبرد نماینده داشته یعنی چی یعنی سرویس اطلاعاتی ایران فراتر از ایران داره کار میکنه در جای فراتر از منطقه در جای فراتر از کشور خودش بله پاسو مثبته در جای فراتر از کشور خودش داره کار میکنه چرا داره کار میکنه چون یاران منطقه تو که این منطقه پهن شده اند امنیتی دارند که آن امنیت باید با پشتیبانی اینها تامین بشه اشراف اطلاعاتی باید داشته باشه نسبت به منطقه که میخوان عملیات بکنن و این کار صرفا کار نیروی نظامی نیست نیروی نظامی میفهمه چطور باید پیشروی بکنه ولی پشتیبانی اطلاعاتی رو یه نفر دیگه باید کمکش بکنه انجام بشه برگردیم به اتفاقات اخیر ما شاخه نظامی خودمون رو پس در منطقه به وجود آوردیم شاخه اطلاعاتی ما کجاست شاخه اطلاعاتی که روم همکاری میکنه بخشش نه در بین دوستان ما که در بین گروه هایی تشکیل شده که ابدا با ما, ما همسو نیستن دشمنان ما محسوب میشوند در بین یهودی های ساکن فلسطین سهیونیس ها ایران از سالهای قبل که سابقش اگر اشتباه نکنم برمیگرده به چیزی حدود 22 سال پیش یک شبکه سازی رو شروع میکنه شاخه اطلاعاتی ایران در سرزمین های اشغالی به وجود میاد تحت عنوان سربازان گمنام حضرت موسا سرویس اطلاعاتی ایران در منطقه و در کشور خودش به عنوان سربازان گمنام امام زمان شناخته میشه سرویس اطلاعاتی نظامی ایران هم به عنوان پاسداران گمنام امام زمان شناخته میشه اینا یک شبکه راه میندازن بین یهودی ها و پیروان حضرت موسی و بین یهودی های ساکن فلسطین اسم این شبکه و اسم کسانی که زیل این شبکه دارن با ما همکاری میکنند سربازان گمنام حضرت موسی هست من این جمله رو دارم این, این کلمه رو مکرر دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه جمله به خاطر اینکه جا بیفته از این شما و بدونی که ماجرا به چه شکله اینو گوشه زتون داشته باشید اولین شخصی که در بین این نیروها به شدت مورد توجه قرار میگیره و اسم ایشون سر زبون ها میفته فردی بوده به نام ازمی بشیره این آقای ازمی بشیره یکی از رهبران احزاب رژیم سعیونسی بوده یارانی که در بین یهودی های ساکن فلسطین داریم سربازان گمنام حضرت موسی صرفا ارائه اطلاعات به ما انجام نمیدن اینا اگر به این جنبندی بسن که الان دیگه شرایط به این شکلیه که ممکن هست در نبرد جدی که رخ داده صهیونیست‌ها دست برتر رو پیدا بکنن اینها یک, یک کار انتحاری انجام میدن ولو اینکه به قیمت لو رفتن اونها تموم بشه در جریان جنگ جنگ 33 روزه بین لبنان و صهیونیست‌ها در سال 2006 آقای ازمی بشیری دیگه به این جنبندی میرسه که الان دیگه کار اطلاعاتی صرف جواب نمیده اگر بخوام کار اطلاعاتی صرف انجام بدم این احتمال وجود داره که سهیونسا دست برتر رو پیدا بکنن کار مقامت لبنان رو یک سره بکنن بعد بیان برسن پشت دیواره های سوریه با سوریه درگیر بشن به شیوهی خاص کار سوریه رو یک سره کنن و بعد هم ایران ایشون رو بیاد یه حرکت انتحاری انجام میده اطلاعات دقیقی از مهمترین نقاط در سرزمین های اشغالی رو به مقاومت لبنان ارائه میده یعنی رهبر یکی از احزابشون که در مجلس سهیونس ها هم حضور داشته اون کسی بوده که ما اطلاعات میدادیم ما بر اساس اطلاعات او عملیات میکردیم دقت کردی در حالی که اونها ماهوارهاشون روی سر ما بوده ماهوارهای اونها رصد میکردن که سکوی موشک حزب الله کجاست سیلوی موشکش کجا از کجا در عملیات میکنه جاسوسهاشون بین ما بودن و رصد اطلاعاتی دقیق داشتن تلاش میکنن انجام بدن اده ای از درون خودشان در سطوح بالا به ما اطلاعات میدادن ازش رو کنیم یکی دیگه از کسانی که شما احتمالا اسمش رو خیلی زیاد شنیدین و او هم از جمله کسانی بوده که به شدت برای ایران در حوزه اطلاعاتی تلاش میکرده و در کنار ایران محسوب میشده فردی هست به نام گوننسگن که این دیگه خیلی معروفه و شما همتون اسمش رو شنیدید یکی از وزرای رژیم سیونسی بوده خلاصه اگر بخوام برای شما توضیح بدم و خیلی وقتتون رو نگیرم کلافتون نکنم این شخص کسی است که در نیجریه با یک گروه همسو با ایران ارتباط میگیره آشنا میشه و بعد از اینکه اونجا با یک گروه همسو با ایران آشنا شد اقداماتی انجام میده برای اینکه اطلاعاتی به ایرانی ها منتقل بشه این بخش رو گوشه سنتون داشته باشید اما یک سوال مهمترین شخصی که تا الان در سرزمین های اشغالی برای ایران جاسوسی کرده رو با هم بررسی کردیم پرسر و صدا بوده اما اولین کسی که برای ایران این کار رو انجام میده در کنار ایران قرار میگه چه کسی بوده اگر بخوایم تاریخی بررسی بکنیم اولین شخص ناهوم منبار بوده در سال 1997 این شخص به عنوان کسی که در کنار ایران بوده و اقداماتی رو برای ایران انجام داده در حوزه اطلاعاتی شناخته و افشا میشه من اگر بخوام به طور خلاصه در روی این شخص برای بگم ناهم منبار بازر، بازرگان سهیونیست بوده که در دهه 90 قرن گذشته به اتهام فعالیت امنیتی برای ایران و ارائه اطلاعات امنیتی به این کشور بازداشت شده بیشتر از این در روش توضیح ندادن ولی یه نکته داره اونم نکته ای که دیشب در ویدیوها گفتم اینا در حوزه عادی سازی روابط با کشورهای منطقه و در حوزه عمیق کردن ارتباط خودشون با ملت‌های عربی میان کارو رو انجام میدن و اونم اینه که پهن میشن در منطقه پهن میشن در منطقه برای اینکه کار اقتصادی انجام بدن قافل از اینکه ایران یه چیزی تحت عنوان هانیپات و عملیات ظرف اصل داره و از خداش اینها پهن بشن کار اقتصادی انجام بدن قوتور بشن در ظرف اصل ایران زمانی که اینها قوتور شدن در ظرف اصل ایران به بهانه کار اقتصادی کامل اومدن تو منطقه حالا منافعی داشتن که نمیتونستن دستش بدن چون نیاز داشتن که به اون پول برسن دیگه اون درآمده برسن اینجا ایران کار اقتصادی خودش کار اطلاعاتی خودش و گفتگوی اطلاعاتی با بازرگان های اینا رو شروع کرد بازرگان هایی که به یک باره سیاسی به خودشون اومدن دیگه که اینا اثرانزه سیاسی دارن میکنن بعضیشون حزب دادن بعضیشون رفتن تو های انتخاباتی بعضیشون از درون کابینه سر در آوردن و چیزایی از این دست یعنی میخوام سطح اون چیزی که رخ داده رو شما توضیح بدم اخیرا آخرین شخصی که از بین سربازان گمنام حضرت موسا شناسایی شده و افکار عمومی درگیرش هست فردی هست به نام یعقوب ابوغیان یک شخصی که کار اقتصادی انجام میداده در یکی از کشورهای عربی میاد با یک تاجر عراقی الاصل اگر اشتباه نکنم وارد گفتگوهای میشه از اونجا اطلاعات اختیار ایران قرار میگیره و ادامه ماجرا که حالا من نمیخوام بهش ورود بکنم بخشش رو رسانه ها گفتن بخشش رو به زودی خواهند گفت یه فیلم میخوام ازش ببینیم این آقا چی کار میکرده در اخیرا برخور بوده من فیلم رو به شما نشونم شما شکه میشه احتمالا این فیلم برای همون روزهایی هست که جنگ یازده روزه اخیر اتفاق افتاد جنگ 11 روزه که اون صهیونیست‌ها در مقابل مقاومت فلسطین شکست خوردن این آقا کجا بوده اون موقع جلوی مسجد اقصا بوده نماینده صهیونیست‌ها که قرار بوده در لیست انتخاباتیشون هم باشه برای یکی از احزاب سیاسیشون و توی انتخاباتشون شرکت میکرده اس نظر این جلو مسجد اقصا بوده چی میگفته تاکید میکرده برای اینکه مسجد اقصا خط قرمزه عجیبه نه این این چرخش 180 درجه خیلی عجیبه ببینیم ویدیو با هم ببینیم ببینیم چیا گفته جلو در مسجد الاقصی در جمع فلسطینی ها و فلسطینی ها اونجا براش تکبیر میگفتن و الله اکبر میگفتن ببینیم بخشی از صحبتش رو بعد با بیایم در نهایت این موضوع رو با هم دیگه جمع بندی بکنیم ابنا شعبنا الطيب الاصيل اصحاب الفخامات والعزه نحن والحمد لله موجودون في هذا المكان الطيب وهو المسجد الكبير في اللد والحمد لله برفقة الشباب الموجودون هنا لا حماية هذا المسجد والأخوة والقيادة على الأقصى في <applause> خیر خب بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم اینجا توضیح میده که مسورفتا خط قرمز و با این خط قرمز شوخی نکنید و اتفاقات خوبی نمیفته و از این حرفه این شکلی دو تا نکته میخوام بگم جمع بکنم نکته اول این که در خصوص اون چیزی که رتوا میفته دقت بکنی چه این آقا که اخیرا واضح شده چه اون چهره های قبلی که مجبور شدن انتحاری بزنن مثل این دیدن یه جایی هست که دیگه اونجا شرایط حساس کار داره بیخ پیدا میکنه مثلا در نبرد اخیر مقاومت فلسطین دیگه رسما وارد درگیری جدی شده بود اونها هم رو مورد هدف قرار میدادن فرماندهان حماس رو مورد هدف قرار میدادن و خب ما نیاز داشتیم که کیک کار اطلاعاتی جدی از درون خود اونها هم صورت بگیره دیگه ولو اینکه اینجا مهره بسوزه و مهره فدا بشه و ایشون این کار بزرگ رو انجام داده افرادی از جنسیشون این کار بزرگ رو انجام دادن من نکتم چیه نکتم این است رفقا دقت بکنید اونها زمانی که میخوان از یک نیرو در بین ما استفاده بکنن برای اینکه به ما ضربه بزنن کثیف انسان در بین ما رو پیدا میکنن اما کسانی که سربازان گمنام حضرت موسی در بین اونها هستن شاخه اطلاعاتی ما در بین اونها پاکترین انسان هایی هستن که در بین اونها حضور دارن یعنی پاکترین یهودی ها که نه عدم نبرد براشون مهم بوده که عدم حمله به ملت ها براشون مهم بوده که عدم جنگ طلبی براشون مهم بوده که عدم ادامه پیدا کردن یعنی جنایت از سوی صهیونیست‌ها براشون بوده اینا کسانی بودن که اون دست دوستی اون دادن یعنی در جمع اونها هم ما ترین ها رو در کنار خودمون داریم. این نکته هست که دوستشون به بهونه این ویدیو برای شما بگم یه ویدیوی دیگه از این شخص با هم ببینیم ویدیویی که مربوط به روزهای اخیر هست که ایشون رو در دادگاه نشون میده יעקוב אבו אלקיעאן מנסה היום להסתיר את פניו בבית המשפט, איש העסקים הבדואי מחורה שבנגב, נאשם בעבירות ביטחוניות חמורות, בהן מגע עם סוכן זר. אדוני, אתה יש פה מכובד, מה יש לך להגיד לנו? הסיפור של יעקוב אבו אלקיעאן מתחיל בכלל בקשרים עסקיים עם אדם ושמו חיידר אל משהנדי, עיראקי שמתגורר בטורקיה, איש קשר <מדינה> של המודיעין האיראני.

این شاخه های نظامی شاخه های اطلاعاتی فرامنطقه ایران شاخه های اطلاعاتی منطقه و فرامنطقه ایران به طور جدی و ویژه شامل سه نقطه در دنیا میشه یک نقطه در خاور میانه و دو نقطه در فرامنطقه بخشش رو برای شما امروز توضیح دادم به بهونه اتفاق اخیر. بخشش رو مفصل در روزهای آینده توضیح خواهم داد چیزی که دارید میبینید در کشور خودتون و در نقاط دیگه دنیا که از هان رو درگیر کرده بخشی از جنگ اطلاعاتی هست که بین ایران و دشمنان ایران داره رخ میده اونها از این جنگ اطلاعاتی در حوزه رسانه‌ای دارن استفاده میکنن نبرد اطلاعاتی رو بزرگ میکنن ایران در حوزه اطلاعاتی داره کار رو انجام میده برای ضربه زدن به تصمیم سازهای اونها و اثرگذاری عمیق بر پیکره اطلاعاتی اونها این چیزی نیست که ایران بتونه اون رو رسانی بکنه به مرور خود اونها ناشا بشن بخشایش رو اعتراف کنه اگر اجازه این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم خیلی مخلصیم منتظر پیام ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر